خبرگزاری رویتر در گزارش تازه نوشته است موافقت با رهایی 5 زندانی طالب از زندان گوانتانامو آمریکا را به اعتماد سازی با طالبان برای رسیدن به مصالحه با حکومت افغانستان نزدیکتر خواهد ساخت. در این میان آزادی ملا محمد فضل لوی درسیز ارتش رژیم طالبان که متهم به کشتار هزاران تن در افغانستان است، برخی مقامات استخباراتی و اعضای کنگره را از خطرات احتمالی آزادی این مقام ارشد طالبان نگران ساخته است. برخی اعضای کنگره آمریکا پیش از این نامه محرمانه به کاخ سفید فرستاده بودند و نسبت به آزادی این زندانیان هشدار دادند. این دشوار است که تصور کنیم اگر مقامات آمریکایی افراد واقعا خطرناک را به منطقه خطرناک انتقال دهند، در آنجا جنگی به وقوع نخواهد پیوست. این کارمند کنگره آمریکا همچنان گفته است تسلیم دهی زندانان حتی به حکومت افغانستان که پایگرد امنیتی آنها ضعیف خواهد بود، نگرانی های را برانگیخته است. در این میان برخی اعضای جمهوری خواه کنگره آمریکا میگویند شواهد وجود دارد که زندانان آزاد شده از گوانتانامو پیش از این دوباره به میدان جنگ برگشتند. اما به نظر می رسد اعضای دموکرات کنگره از تصمیم صلح براک اوباما رئیس جمهور این کشور حمایت می کنند. افراد وجود دارند که از این موضوع انتقاد می کنند. کسان زیادی وجود دارند که می گویند با این طرح مخالف هستند، زیرا آزادی این افراد طالبان را جسورتر خواهند ساخت. بر اساس قانون آمریکا حکومت این کشور مکلف است 30 روز قبل از تصمیم گیری برای انتقال یک زندانی، هویت وی و کشوری که به آن منتقل می شود، کمیته استخبارات کنگره را در جریان قرار دهد. با این همه مجلس نمایندگان آمریکا از قدرت اندک برای به تأخیر انداختن و یا متوقف ساختن آزادی این زندانیان برخوردار است، مگر اینکه قانون تازه را تصویب کنند که به تایید هر دو مجلس و توشیه رئیس جمهور نیاز دارد.